جلد چهارم از کتاب چهارهزار واژه درس پنجم بخش داستان The Magic Computer کامپیوتر جادویی The Magic Computer کامپیوتر جادویی I had a difficult geography project to finish by the end of the semester. من یه پروژه مشکل جغرافیه داشتم که باید تا پایان ترم تمومش می I had من داشتم a difficult geography project یه پروژه مشکل جغرافیا to finish که باید تمومش میکردم by the end of the semester تا پایان ترم my teacher wanted it to be typewritten so I went to the school computer room یعنی معلمم میخواستش که تایپ شده باشه بنابراین من به اتاق کامپیوتر مدرسه رفتم My teacher معلمم wanted it میخواستش که اون to be type then type شده باشه So بنابراین I went to من رفتم به The school computer room اتاق کامپیوتر مدرسه But when I got there All the computers were turned off میگه ولی وقتی من اونجا رسیدم همه کامپیوترها خاموش شدن but ولی when I got there وقتی من اونجا رسیدم all the computers همه کامپیوترها were turned off یعنی خاموش شدن apparently there was a recent problem and technicians were fixing it میگه ظاهرا یه مشکل جدید بود و تکنسیان ها داشتن درستش میکردن Apparently ظاهرا There was بود A recent problem یه مشکل جدید And technicians و تکنیسیان technician ها Were fixing it داشتن درستش میکردن کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم Semester یعنی ترم نیم سال type ردن به معنی تایپ شده هستش recent یعنی اخیر جدید recent I knew of some private study rooms downstairs. یعنی من از تعدادی اتاق مطالعه شخصی توی طبقات پایین خبر داشتم منظورش اینه که میدونستم توی طبقات پایین چند تا اتاق مطالعه شخصی وجود داره I knew of some private study rooms downstairs من از تعدادی اتاق مطالعه شخصی توی طبقات پایین خبر داشتم They were small and dark and the computers were very old یعنی اونا کوچیک و تاریک بودن و کامپیوترها ها خیلی قدیمی بودن منظورش اینه که اتاق ها کوچیک و تاریک بودن و کامپیوترهایی که تو اون اتاق بود خیلی قدیمی بودش ببین They were اونا بودن منظور که اتاق بودن Small and dark یعنی کوچیک و تاریک And the computers و کامپیوتر ها very very old یعنی خیلی قدیمی بودن but I had no choice ولی من انتخابی نداشتم منظورش اینه که ولی من چاره ای نداشتم but ولی I had no choice من چاره ای نداشتم من انتخابی نداشتم at least the computers were operating correctly میگه حداقل کامپیوترها داشتن درست کار میکردن منظورش اینه که کامپیوترهایی که تو اون اتاقا بودن داشتن درست کار میکردن at least حداقل the computers یعنی کامپیوترها computer were operating یعنی داشتن کار میکردن correctly یعنی به درستی I typed and highlighted the assignment title یعنی من عنوان تکلیف رو تایپ و هایلایت کردم I typed and highlighted یعنی من تایپ و هایلایت کردم The assignment's title یعنی عنوان تکلیف evaluate the government's response to global warming یعنی ارزیابی کنید واکنش دولت رو به گرمایش جهانی evaluate یعنی ارزیابی کنید the government's response یعنی واکنش دولت پاسخ دولت رو to global warming به گرمایش جهانی but I didn't know what to write in my essay ولی من نمیدونستم توی مقالم چی بنویسم But ولی I didn't know من نمیدونستم What to write چی بنویسم In my essay توی مقالم Finally I decided to find a book to help me یعنی سرانجام تصمیم گرفتم که یه کتاب پیدا کنم که به من کمک کنه Finally یعنی سرانجام I decided to من تصمیم گرفتم که find a book یک کتاب پیدا کنم to help me که به من کمک کنه I went to the library checked the book indexes and eventually found a useful book میگه من به کتاب خونه رفتم نمایه های کتاب رو چک کردم یا فهرست واژگان و مطالب کتاب رو چک کردم و بالاخره یک کتاب مفید پیدا کردم ببین I went to the library من این من رفتم به کتاب خونه Check the book indexes یعنی فهرست های مطالب و واژگان کتاب رو چک کردم یا یعنی نمایه های کتاب رو چک کردم And eventually و سرانجام Found a useful book یک کتاب مفید پیدا کردم Then I returned to the computer یعنی بعدش برگشتم پیش کامپیوتر Then یعنی بعدش I returned to the computer یعنی برگشتم به کامپیوتر برگشتم پیش کامپیوتر کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم پرایوت یعنی شخصی خصوصی پرایوت اپریت یعنی عمل کردن کار کردن هایلایت یعنی هایلایت کردن evaluate یعنی ارزیابی کردن global یعنی جهانی essay مقاله ایندکس به معنی نمایه یا فرست واژگان و مطالب هستش ایندکس When I looked at the screen I saw something so weird that I nearly fainted وقتی که من به اون صفحه نمایش نگاه کردم یک چیز اونقدر عجیبی دیدم که نزدیک بود از حال برم When I looked at the screen وقتی که من به اون صفحه نمایش نگاه کردم I saw something so weird that یه چیز اونقدر عجیبی دیدم که I nearly fainted نزدیک بود که از حال برم The essay was complete مقاله کامل شده بود The essay was complete مقاله کامل شده بود Had somebody in cyberspace written it آیا کسی توی فضای مجازی نوشته بودش had somebody in cyber space written it? آیا کسی توی فضای مجازی نوشته بودش I didn't know but I was very happy من نمیدونستم ولی خیلی خوشحال بودم I didn't know من نمیدونستم but I was very happy ولی خیلی خوشحال بودم I printed it out and handed it in. یعنی من اونو پرینت گرفتم و تحویلش دادم I printed it out یعنی من پرینتش گرفتم and و هنده ددن و تحویلش دادم I got an A یعنی من نمره A گرفتم I got an A من یه نمره A گرفتم After that I used the computer for all my assignments یعنی بعد اون من از اون کامپیوتر برای همه تکالیفم استفاده می کردم. After that بعد از اون I used the computer من از اون کامپیوتر استفاده می کردم For all my assignments برای تمام تکالیفم I typed the title wait a while and the computer would do it من اون تایپ می کردم مدت کمی منتظر می موندم و کامپیوتر اونو انجام می داد I typed the title من عنوان تایپ می کردم وید وایل مدت کمی منتظر می موندم and the computer would do it و کامپیوتر اون انجام میداد. Every assignment was perfect I never had to edit anything میگه همه تکالیف عالی بودن من هیچ وقت مجبور نبودم چیزی رو ویرایش کنم Every assignment was perfect همه تکالیف عالی بودن. I never had to edit anything. من هیچ وقت مجبور نبودم چیزی رو ویرایش کنم. I stopped paying attention to my teacher's lectures and spent my extra time in the gymnasium. یعنی من از توجه کردم به سخنرانی های معلمم دست کشیدم و وقت اضافم رو توی باشگاه ورزشی میگذروندم. I stopped paying attention to my teacher's lectures یعنی اینکه من از توجه کردن به سخنرانی های معلمم دست کشیدم and spent my extra time in the gymnasium و وقت اضافم و توی باشگاه ورزشی میگذراندم and my grades got better and better و نمراتم بهتر و بهتر میشد and my grades و نمراتم got better and better بهتر و بهتر می شد کلمات بنفش رو از بالا بخونیم weird یعنی عجیب و غریب faint یعنی از حال رفتن قش کردن cyberspace فضای مجازی a یعنی برای مدتی اندکی lecture یعنی سخنرانی gymnasium یعنی باشگاه ورزشی A month later, I was walking into class when my friend said, Are you prepared for the test? یه ماه بعد من داشتم توی کلاس قدم میزدم که دوستم گفت برای امتحان آماده ای A month later یه ماه بعد I was walking into class من داشتم توی کلاس قدم میزدم When my friend said که دوستم گفت Are you prepared for the test? برای امتحان آماده ای؟ What test? I asked. یعنی من پرسیدم چه امتحانی؟ What test? چه امتحانی؟ I asked. من پرسیدم. The geography test. He replied. یعنی اون پاسخ داد. امتحان جغرافی. The geography test. امتحان جغرافی. He replied. اون پاسخ داد. I hope you studied. امیدوارم خونده باشی. I hope امیدوارم you studied خونده باشی It's worth 70% of our final grade یعنی ارزشش 70 درصد امتحان نهایی ماست It's worth یعنی ارزشش 70% of our final grade یعنی 70 درصد امتحان نهایی ماست I failed the test of course البته من امتحان افتادم I failed the test of course یعنی من امتحان افتادم البته I was completely ignorant about the subject یعنی من کاملا درباره اون موضوع بی اطلاع بودم I was completely ignorant about the subject من کاملا درباره اون موضوع بی اطلاع بودم After that I made a resolution never to use the magic computer again یعنی بعد اون من تصمیم گرفتم هرگز دوباره از اون کامپیوتر جادویی استفاده نکنم After that یعنی بعد اون I made a resolution یعنی من تصمیم گرفتم Never to use هرگز استفاده نکنم از The magic computer again اون کامپیوتر جادویی دوباره The moral of these stories that If you cheat at a school, you won't learn anything. میگه نکته اخلاقی این داستان اینه که اگه شما توی مدرسه تقلب کنید چیزی یاد نمیگیرید The moral of this story is that نکته اخلاقی این داستان اینه که If you cheat at a school اگه توی مدرسه تقلب کنید You won't learn anything یعنی اینکه چیزی یاد نخواهید گرفت کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم ignorance یعنی بی اطلاع، نادان ناآگاه resolution یعنی تصمیم غست moral به معنی نکته اخلاقی یا درس اخلاقی هستش بچه ها بچه ها فقط دقت کنید من توی درس قبلی moral رو گفتم نکته اخلاقی یا داستان اخلاقی ولی خب درستش اینه نکته اخلاقی یا درس اخلاقی مورال اوکی بچه ها این پایان داستان هستش امیدوارم که دوستش داشته باشید بچه ها اگه دوست دارید ما لایک بکنید کامنت بذارید به اشتراک بذارید و اگه عضو کانال ما نیستید ما رو سابسکرایب بکنید و عضو کانال ما بشید مرسی از شما که تا این لحظه با ما بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار